Great. So, همین الان تقریبا یک ساعت پیش جو بایدن رئیس امریکا که همتون دیگه باید بدونی اگه نمیدونستی فکرم زیر کوه بودی امروز کووید گرفت. این شیشتا کووید جبزاش کمکش نکرد. So there you go. And مردم دارن تویت میزنن و عکس میذارن از کامیلا هریس که کامیلا خوشحال هست که داره میمیره. So we'll see what happens. And دکترها هم دارن میگن که خیلی مریضه. So we'll see what happens. مارکت که خوشحال میشه. قول میدن که مارکت پامپ میشه. If he dies. Hopefully not, but if he dies. But anyways, let's keep it going. خبر بعدی خبری میاد از گاری گنسلر که SEC چیرمن هست و امروز اعلام کرده در تلویزیون CNBC اینترویو گفته اگه شما رئیس صرافی هستین بیا با ما کار کن. بیا با ما کار کن یه لندینگ فرم درست حسابی باشی. آخر سرش مثل وویجر سلسیس نباشی که پول مردم رو قیب بزنی. و داره میگه بعد همه تون بیای پیش من که اگر میخوای مردمتون با 100% اپنات برن جلو با ما کار کنن. با SEC کار کنن. با SEC دنبال چیه؟ Insider trading. And obviously صرافی چند تاشون شاید بگن آره. مثل بایننس چرا که نمیتونه؟ میتونه بگیرش آره. اگر کار کثیفی نکنن صرافی ها میتونن با SEC کار کنن که بهترین لندینگ پروتکل رو داشته باشن با SEC. چرا که نه؟ خبر بعدی. خبر مثبت و FTX and FTX US seeks even more funding following recent acquisition. و آقای سم بانکمن که این همه پول خرج کرده تو این بیر مارکت شرکتش آورد به $32 billion. میدونستین FTX $32 billion هست و خود FTT توکن 7 بیلیونه یا 8 بیلیونه یه چیز اینجوریه و اعلام کرده که دنبال سرمایه‌گذاری بیشتری هست. به من پول بده که من برم بیشتر بخرم. و دنبال چی هسته؟ دنبال 8 بیلیون دلار بیشتر هسته که بره تو جیبش. از پول شرکت ها، از پول بانک ها 8 بیلیون دلار میخواد که بره بیشتر سرمایه کنه، بیشتر بخره و بیشتر کار کنه. سو این بهترین چیزی که داره انجام میده. اند امیدوارم پولاشو بگیره. سو والویشن هم FTT و FTX to the moon میره. خبر بعدی خبر میاد از JP Morgan و همونجوری که من گفتم بهتون که داریم کم کم میایم تو شبکه نوترال and slash bullish territory. امروز JP Morgan صحبت‌های عملی رو تایید کرد. اعلام کردش که bear market تموم شده. It's finished. اعلام کردن گفتن که تقریبا تموم شده. It's the end of the intense devaluation phase. So تقریبا چه؟ داریم اون توی neutral phase. همجور که من گفتم تو این حالا دارن چی میگفتن از 27 شروع میشه. اینا هم دارن از الانش اعلامش میکنن که میگن bear market داره کم کم تموم میشه و داریم میگم تو phase neutral. So obviously خیلی صحبت های دیگه هم هست که neutral یعنی چی؟ یعنی نیست که اصلاح نمیشه اما اصلاح of course هنوز هست. اما دیگه به اون شدتی 32% تو یک روز دیگه نمیشه. سو نگران نباشید. بیشتر براتون راجعش صحبت میکنم. خبر بعدی خبر میاد از یک ساعت پیش و از طرف ماینکرافت، مایکروسافت. و امروز ماینکرافت بن کرده همه سرورایی که حالا با کریپتو بلاکچین استفاده میکنن و با NFTs. سو چون میدونی توی ماینکرافت میتونی سرور بگیری و میتونی بسازی که مردم بیان تو و تو این سرورها چند تاشون با کریپتو بودن و چند تاشون با NFT بودن و اینا باعث میشد به اسم مایکروسافت و ماینکرافت پولشویی میتونی پولشویی کنی توی خود بازی ماینکرافت و obviously اینا غیرقانونیش کردن گفتن اجازه نداری هیچ عنوانی به بازی ما نداری که این کار را کنی و ما هیچ پلانی هم نداریم که در آینده کریپتویش بکنیم. این از طرف ماینکرافت بود از تیم ماینکرافت و there you go هیچ پلانی نداره که بلاکچین بذاره و اجازه به شماها بده. غیرقانونیه
و حالا خیلی اتفاقا میتونه بشه تو این بلاکچین و هیچ نظری هم نداره، اما بلاک کردن همه رو که با NFT و با بلاکچین استفاده کردن، یه ذره بایکات کردن به نظر خودم. خبر بعدی، خبری میاد از طرف حالا انالیست FX Street و ارزای مثل کوین بیس و مایکرو استراتژی دارن پامپ میشن توی استوک مارکت، حتی هم که موقعی که تسلا گفته من فروختم 75%، هنوز این ارزا پامپ میشدن. یه چیزی که بعد دانش بدونید و بفهمید راجع به این فروش تسلا دیشب نبود، میمون بازی در نیارید، فروششون نزدیک 2 هفته پیش بود. اوکی، ایلان ماسک، حالا ایلان ماسک نه، تسلا نزدیک 2 هفته پیش فروش کرد بیت کوینش، نه دیشب، نه پرشب، 2 هفته پیش. اما با ارنینگ ریپورت، همونجوری که عمل بهتون گفته که باید موضع باشین با ارنینگ ریپورت ها، چون راجب تورم میگن، راجب سوداشون رو میگن، همونجوری که گفتم این همه چیز افتضاحه. اوکی، اند اومد بیرون و حتی تسلا گفته که گیگا فکتوری چینش داره تو ضرر داره تولید میکنه و پول احتیاج داره. خیلی هم معنی میده که پول احتیاج داره، چون از همیشه هم میدونستیم که نمیتونست توییتر رو بخره، چون ایوز کلاترال لون. اینو بهتون حتی تو اینستاگرام 2 ماه پیش بهتون گفتم و این کلاترال لونه، اگه داد این قراردادشون یه ذره سواد داشتین، کلاترال لون دادگاه که هیچ اصلا 40 بیلیون نداشته، 40 بیلیون نداشته اصلا تو جیبش. اگه اینو داشت و تسلا بیفته به 400 بیلیون مارکت کپ، بخشی 400 دلار حجمش، خود تسلا لیکویدیتد میشد. اوکی، سو هیچ وقت نمیتونست این کار انجام میده و همینطور پول هم احتیاج داشت. به این نظر میفته که تسلا مانی منیجمنت انجام نداد با خریدن بیت کویناش. بی سوادی حالا چند تا آدم هاست که با میمونی میان جلو و درسته خیلیشون مانی منیجمنت درست نمیکنن و میخوره تو سرش، همیشه با مانی منیجمنت میام جلو، اما اف کورس حتی هم اشاره کرد که در آینده بیت کوین رو میخره، اما به این مدت که اینقدر افتضاح هست تو چین و تو گیگ فکتوریش نمیتونه الان بکنه، اما در آینده میکنه. سو الان هم که موقع ماشین خریدن هم که نیست. کام اون من، حالا میرسیم با صحبت های بوریس جانسون. امروز در پارلمنت صحبت کرده و گفته استالا ویستا بیبی، کوت آرنولد سوارزنگر استفاده کرد و با این صحبت هایی که امروز داشته انجام میداد، داشته راجبه میگفت که من داشتم کار میکردم از پرایم مینستر، هیچی من میگفتم دست من نبود، دست آدم های دیگه بودن که اسمشون الیتس هستن. همجوری که ما بهتون میگیم که بایدن واقعا هیچ قدرتی نداره، ما میدونیم کیا قدرت دارن. جروم پاول قدرت داره و اون 8 نفری که هیچ کس اینا کیا هستن در فدرال رزرو، پرایوت کمیونیتی ممبرز، اونا الیتس های دنیا هستن، چون اونا دارن پول دنیا رو میچرخونن. و امروز هم بوریس جانسون گفت که هیچ از این قانونا که من کردم دست من نبود، من اصلا پرایم مینستر نبودم، کسی دیگه داشته به من میگفت که چیکار کنم چیکار نکنم. و همه الان تلویزیون و نوزنامه ها میگن لطفا به بوریس جانسون گوش نکنیم، هیچ وجودی الیت نیست که به بوریس جانسون میگه چیکار کن چیکار نکن، که ما میدونیم هست، نوشته شده 8 committees of the Federal Reserve. پس اونا کی هستن؟ عمه من که نیستن، بابای تو که نیستن، so of course باید کسی باشن. So of course میدونیم که اینجور الان نوزنامه هایی که دارن میان بیرون ترسیدن که واقعا اطلاع درست رو به مردم نرسونن. سو باید مواظب باشید، باید مواظب باشید. حالا میرسیم برای 24 hour امروز. ببینید که مارکت کپ اصلا عوض نشده، حتی با یه ذره که بیت کوین ریخته $1000، nothing has happened. به وقت الان که ارزایی که بالا هستن، اتم که ما بهتون گفتیم لانگ کنی از طرف گروپ خودمون، 35% تو این 7 روزه رفت بالا. CRV 1.33، holy shit. And of course دلار هم یه ذره رفته بالا، هیچی دیگه ارزی تقریبا نیست بجز حالا، همین 7 روزه‌شون هنوز خوبه چندتاشون، بجز این چین نتورک پودر. ارزایی که هنوز ضرر هستن که نمیشه اصلا گفت ضرر، میتونم بگم ضرر، نمیتونم بگم ضرر،
حالا ICP 10% به 24/7، اما برای ارزهای دیگه حالا نس نس هستن. در 7 روزشون هنوز یه مقدارشون خوبن، اما در 24 hour امروزشون چندشون مثلا مثل الراند اینا تو ضرر هستن، همه وایپ اوت کردن گینز هایی که تو این هفته انجام دادن. حالا دیگه میرسیم برای چارتز. و این چارت های ما بودش که ما بهتون اشاره کردیم و بهتون گفتیم یه روزانه بعد ببنده بالا این خطا. حتی هم دیشب که اینجاها بودیم گفتیم ببین اگر میخواد اینجاها ببنده بعد یه روزانه یه ریتست کنفرمیشن بده، که اصلا نتونست یه ریتست کنفرمیشن تو این چارت بده و حتی هم اشاره کردیم این bearish flag. Okay, it's a bearish flag. Bearish flag یعنی چی؟ یعنی it's bearish. There's no bullish bias. اما در حال در کمیته خودمون که بچه ها هستن جون شدن، این 300 نفر که با ما هستن، ما یه خرید داشتیم در 22400 همینجا. الان میبینیم که نزدیک $500 تو سود هستیم. اسپات خریدیم اینجا رو، چون چیزی نمیشه گفت که این پترن چجوری میتونه عوض الان با یه ذره دیگه هول بولیشی بره بالاتر. برای چی؟ چون ماه دیگه حالا دیدمون با سینگاپور هسته و سومین بزرگترین ویلی که 137,000 بیت کوین داره برگشت. حتی هم امروز 6,000 تا آنچین خرید کردن، که آنچین داره همجوری کمتر و کمتر بیت کوین ها تو صرافی دارن انجام میشن. نه همجوری خیلی سخته گفتن این چارت بیرش فلگه، چون خبرهای بعدی میون ریتیلر ها، حالا اونا که میمون بودن دنبال پولدارترین آدم ها دنیا هستن. ببین باید شما همیشه ریسرچ خودتون رو انجام بدین، نه باید هیچ وقت دنبال کسی باشه. ما اصلا قبل ایلان ماسک بودیم، قبل هیچ همه این آدم ها بودیم، قبل مایکرو استراتژی بود، قبل همه بودیم. می بیتکوین واز 500 پاوندز، حالا میشه $700 $800. قبل همه اینا بودیم و هنوز نتورکش هم هیچ عوضی نشه، اصلا بهتر داره میشه. حالا غیر از این خرید داشتیم رفته بالا، اما به وقت الان باید چند تا سوال انجام بدیم. ببین اینجا یه سپورت لاینی هست، اوکی؟ حالا اگه بالا اینجا بمونه به روزانه، دارم دید و خلی میگم، نمیتونم به تایم فریم های کوچیک‌تر بهتون بگم و از اون میگم ساعت بعدش چی میشه، یه ذره سخته. این آپدیت ها حالا بر بچه های گروپ ما هستن، چون میدونی ما یه بار در روز تو این یک ساعت باهاتون هستیم، که یه ذره سخت‌تر میکنه کارو. روزانه رو بالا این خط به بنده یه ریتست کنفرمیشن میده برای 23600. حالا فردا میدونیم که سی ام ای ببنده، اوکی ایز فانتاستیک که سی ام ای میخواد فردا ببنده، یه حالا یه دونه نفس میده تو این مارکت، اما در حال بعد صبور باشین که کجا میبنده. اگه زیر این خط اینجا ببنده، پس بعد یه ریتست بده به این کانال بیر فلگ اینجا، که اینم از دست بده که زرتی پلوپ میفته، حالا میفته به اینجا دقیقاً 20800، حالا شاید هم ویک بزنه به 20300. اما در حال بعد موضوعشون که کدوم طرفی روزانه میبنده. حالا به تایم فریم های 4 ساعته که نگاه میکنی که میبینی که حالا مارکتش میخواد یه تست و ریورسل بده، همینجور که دارم بهتون میگم میخواد یه ریورسل بده برای تست کردنش. احتمالا تستش میکشه خودشو به 23300. $400 دیگه میتونه بیتکوین تکون بخوره، اما در حال اگر روزانش هم خوب ببنده میتونه اینجا رو تست بکنه. اما این دلیل نیست که بریک اوت انجام بده. بریک اوتی که همینجوری که بهتون گفتم بعد ببنده بیرونش همینجوری که کرده بود، بعدش بعد دوباره بریزه با یه ریتست کنفرمیشن روزانه که ما بدونیم که ایا این واقعی هست یا نه، که هیچ کنون از این کاراشو نکرد. اگه این به کوتاه مدت یه ذره پامپ میکنه میخواد ریتست کنفرمیشن بده، حتی هم داره حالا نگاه میکنه به مانیفلو داره میاد پایین تر، اما آنچین داره تایید میکنه خریدار هست. RSI هم که اینورتد شده که داره ریتست میکنه خط اینجا، میبینه همشون با هم هستن، هنوز استدی فلو هستیم، هیچی بری نمیدیم. اف کورس ریورسل تو این مارکت میتونه کم کم بیاد، اسپیشلی تو تایم فریم های یک ساعت که داریم نگاه میکنیم داره تیک میده، میبینی همینجا. حالا به کدوم مدت میدونیم که پامپ میشه، اما نمیشه گفت که دوباره این روند اینجا رو میشکنه. اما در حال ما در 22400 خرید کردیم از طرف گروپ خودمون. اف کورس نمیتونستیم به شما بگیم چون نبودیم، میدونیم که روما سر 56 هستن، تو نمیشه گفت. حالا میرسیم برای ارز بعدی که ایتریوم هست که ترکیده.
فرقی برام نمیکنه به چی شده به اتریوم، چون فراموش نکنین در $1000 بهتون گفتیم خرید داشته باشین 800 و of course 800 تا حالا میشه 780 که یادتون باشه ما یه بار اینجا خرید داشتیم باهاتون، دو سه بار، یه بار، دو بار، سه بار فکر کنم تو $1000 ایتریوم خریدیم و یه بارم اینجا گرفتیم باهاتون. همه ویدیوهاش هم هست که اوردی اصلا فرق نمیکنه، داره یه ریتس کانفرمیشن میده و ایتریوم گفتم اوضاعش یه ذره فرق داره، میتونه پامپ کنه به 1585 اگه امروز اینجا ببنده، همینجا ببنده بالای 1544. حالا زیاد سود هم نیست، چقدر سود میشه این چیزی هست؟ 2% میشه، nothing. با regardless دیده حالا زوم اوت میکنی میبینی از $1000 که گرفتیم به وقت الان هنوز 55% تو سوده تو این چندین روز. سوالیه حتما اگه میخواد دوباره انجام بدیم برای خرید، اوردی گفتم نقطه های خرید رو گفتم یه بار دیگه میتونیم در 1400 داشته باشیم اگر بهش بخوره، اگر نخور دیگه who cares، انقدر اینجا خرید کردیم دیگه عالیه. عرض بعدی بریم برای FTT، چون میدونیم FTT صرافی FTX و FTX US دنبال سرمایه هست، اوکی، دنبال پول هست و همجور که با تون صحبت کردیم با ما بعد سب میکردیم برای ریتست کنفرمیشن، گفتیم با بیتکوین میره جلو، همجور که بیتکوین ریخته اینم ریخته به نقطه اینجا. Of course این میتونه هنوز تو اینجا تو این رقم اینجا بازی کنه تا 31 جولای تا یه دایرکشنی بر ما بده، یا به پایین که اگه به پایین میخواد ببنده یه سپورت اینجا هست اما برمیگرد به نقطه ورود، اگر هم پامپ بکنه به 37 حالا 36 و 80 یه چیز اینجوری میشه. اما در حال با خبر فاندمنتالی که اوور بیرون که دنبال پول هست، میدونیم که اکویزیشن و برای بلند مدت FTT توکن میگذرونه و میره تو دمون حالا برای بلند مدت. عرض بعدی که آخرینش هست که ایدا ها، میدونیم که ایدا داره در تویتر ترند میشه، نمیدونم برای چی داره ترند میشه، اصلا هیچ دلیلی هم نیست که داره ترند میشه اما داره ترند میشه در همه جا، نمیدونم برای چی، اصلا اگه کسی میدونه برای چی داره ترند میشه نمیدونم، با ریگاردلس که داره ترند میشه ببین این کندل اینجا رو میبینی جاش اوکیه، اینجا که داره نگاه میکنه برای 49 سن، اگه 49 همینجا رو قرمز نبنده والیوم یه ذره دیگه بیاد بالا تا نزدیکای اینجا باشه، این دوباره فرداش برمیگره به 51-52. اوکی حالا فکر کنم دلیل این که داره اینجوری میشه با خبر حالا هارد فورکی که داره انجام میده، اما نمیدونم هیچ توییتی ندیدم که چرا کارنو داره میره بالا، چند تاشون دارن میگن تسلا فروخته بیت کویناشو که کارنو بخره، نمیدونم اگه این خبرش بود بر چی داره ترند میشه، اما regardless برای کارنو میدونیم که همچنانش مثبت especially برای آن چینش. حالا با 4 ساعت هم داره تایید میکنه، اگه تو همین 4 ساعته 3 ساعت و نیم دیگه مونده میتونه برگرده به 50 سنت، تو 1 سنت میتونه پامپ کنه اگه یه 4 ساعت دیگه ببنده، همونجوری گفتم تو روزانش میتونه برگرده به 52. شما مواظب باشین که کجا میبنده به این 4 ساعته، هم به روزانه هم به 4 ساعتش، اما تقریبا جواب در 3 ساعت و نیم دیگه میاد، اما مواظب باشین که یه ترند لاین اینجا هست که بیرش، حالا قیمت رفته بالا RSI 4 ساعت هم اومده پایین، میتونه برای اون کسایی باشه که یه ذره اگزیت کنن، مواظب باشین نه کل پولتون اما حالا یه ذره میتونه اگزیت کنه و دید پایین تر باشه یا حداقل اینجا میتونه اکومولیت کنه یا پایین تر، we'll see what happens. اما regardless همه چیز تو کریپتو هیچی اتفاقی نشده، اما در نظر داشته باشین 26 27 جلسه فدرال رزرو هایپ ریت که میتونه یه حالا دامپ لیکویدیشن ویک بهتون بده، اما با سی پی آی ماه دیگه میدونیم که دیدون بر ماه دیگه خیلی خوب هست. حالا اگر خبرهای جنگ جدید نشه، اگه همجوری باشه اوکیه، اما میبینیم دیگه. Anyways, that's it from me. مزمینه دیگه.